بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام، بیننده گرامی، خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ احمد از ایران. آقا احمد، ماشاءالله امروز احمد و محمد خیلی زیاد است. آقا احمد، در مورد کلیپ آقای قزوینی که تهمت میزنه به شیخ الاسلام ابن تیمیه، اگر مطلبی دارید بفرمایید. این کلیپ که درسته، اشکال شما وارده. یعنی آقای قزوینی دروغ میگه؟ اما من یه سوال دیگه داشتم، خود دیگه گفتم بله اشتباه دیگه، هر کسی هم میتونه اشتباه بگه. خب چرا تو شبکه‌ای که در رأسش یک مرجع تقلید است در بین مسلمان ها این گونه عمدن تفرقه اندازی میشه؟ شما به عنوان یک بیننده عادی متوجه شدید که قزوینی داره دروغ میگه، اما ایشون یعنی یک عالم، یک آیت الله با اون عبا و قبا و عمامه گنده متوجه نیست که داره در بین مسلمان ها تفرق اندازی میکنه، اختلاف میندازه؟ شایسته است جان، من که کاری با آقای قزوینی ندارم. من یه سوال خودم میخوام بپرسم، یعنی شما برنامه تون رو گذاشتید در رد آقای قزوینی؟ شما میخواید حقایق رو بیاید بگید، درسته؟ ما اتفاقا برنامه آن روی سکه از اسمش معلومه، آن روی سکه آخوندهای دین فروش رو داریم در اینجا آشکار میکنیم. بله، شما ما رو آشکار میکنید. حالا من یه سوال دارم، به من فقط بگید که پیامبر عقلش کامله یا نه؟ کسی شکی نداره در این مسئله؟ احسن، اگر شکی نداره پس چرا پیامبر 3 روز در قدیر تو گرما، شدت گرما بگه بیاد علی دوست داشته باشید؟ بعد وقتی میگه علی دوست داشته باشید، چرا میذاره 3 روز مردم با علی بیعت بکنن به خاطر دوست داشتنش؟ کی گفته که با علی بیعت کردن مردم در اینجا؟ کی گفته با علی بیعت کردن؟ مگر این که میگن خب پس چرا 3 روز موندن؟ کی گفته اصلا 3 روز موندن اونجا؟ پس چیه؟ شما واقعی رو برای من توضیح بدید. آقای محترم، من گوش کنید، من یک حکایتی هست، میگن شب تا صبح در یک مجلسی 4 نفر جمع شده بودن، داستان لیلی و مجنون رو تعریف میکردن. دمدمای صبح میگن یکی مثل شما از گوشه مجلس صدا کرد که این لیلی نر بود یا ماده، زن بود یا مرد. ما سالهاست که در این مورد صحبت کردیم، روایت ها رو آوردیم، اصل داستان قدیر هم صحبت کردیم. بابا جان، شماها نمیدونم عقلتون آقای محترم، بذارید من عرفان صحبت من منعقد بشه، بعد من در خدمت شما خواهم بود. یک مرتبه میگید که در یوم الدار در مکه، در اونجا پیامبر حضرت علی رو به عنوان خلیفه و جانشینش تعیین کرد، مردم باش بیعت کردن، حرف تموم شد رفت، آمنا سلمنا، قبول کردیم. بعد میگید که در روز قدیر مردم اومدن با علی دوباره بیعت کردن، آقا قبول کردیم، تمام شد رفت. بعد میگید یعنی که در شب وفاتش پیامبر در انگام وفاتش میخواست که ولایت علی رو بنویسه. بابا جان، شما خودتون رو مسخره کردید، العیاذ بالله خدا رو مسخره کردید، رسول الله رو مسخره کردید. یعنی این انسانی که آقای محترم انسانی که اومد کسی رو به عنوان خلیفه و جانشینش در مکه تعیین کرد، تمام شد رفت، آیا این آدم عاقل است که دوباره بیاد در روز قدیر دوباره بیاد از مردم بیعت بگیره، بعدش هم نزدیک وفاتش بعد دوباره بیاد برای مردم امری بنویسه که؟ من خیلی راحت و ریلکس دارم با شما صحبت میکنم آقای محترم. من صورتتون پیداست خیلی ناراحت شدید. نه اتفاقا من خیلی عادیم. نه من اینقدر با شما جونورا سر کله زدم که عادیه برام خیلی. آقای محترم، احمد جان گل، جواب من رو بده برادر عزیز. آیا یک انسان عاقل، احمد جان ببین، شما با سر صدا با هوچیگری حرف به جایی نمیرسه. من
خیلی عادی برای شما عرض کردم آقای محترم، شما از عقل صحبت کردید. آیا یک آدم عاقل بعد از اینکه از مردم بیعت گرفت برای حضرت علی، ایشون رو به عنوان خلیفه و جانشینش در یوم الدار در مکه تعیین کرد، در اون جایی که هیچ کس حاضر نشد که با پیامبر امرایی بکنه، طبق حرفهای شما که حضرت علی بلند شد و با ایشون امرایی کرد و ایشون حضرت علی رو خلیفه و جانشینش تعیین کرد، الان دوباره بیاد در غدیر خم دوباره همین مسئله رو تکرار بکنه؟ دوباره بیاد در روز پنجشنبه قبل از وفاتش همین مسئله رو تکرار بکنه؟ نه اصلا این تعیین نیست که شما دارید میگید. من فقط میخوام همین رو بگم آقای انصاری که الان اهل سنت هر جای جهان با کی بیعت کنن؟ با ملک آل سعود بیعت کنن یا با عبدالحمید مولوی؟ الان امام اهل سنت چیه؟ چه کسیه که باید باش بیعت بکنن؟ باش میگن که آقا احمد میگن سیر روزی تنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از عیب خیش بیخبری زان سبب عیب دیگران جویی. شما بدبخت های بیچاره امام زمانتون، آقای محترم امام زمانتون بیش از 1200 خورده ای سال هست که قرآنتون هم گرفته رفته فرار کرده از دست این که شکمش پاره بشه. شما بدبخت ها امام ندارید، ما که الحمدلله اگر آل سعود است در عربستان سعودی امام هستند، اگر که امامان و بزرگواران ما اهل سنت هستند مانند مولانا عبدالحمید و علمای بزرگواری که در هر کشوری هستند امامان ما هستند، ما الحمدلله تو هر مسجدمون تو هر محلمون امام داریم. مثل شما نیستیم که نه امامتون معلوم است، نه دینتون معلوم است، نه قرآنتون. هم دینتون برباد رفته هم دنیاتون. الان شما قاطی کردی، شما 10 تا امام دارید، پس چرا یه نفر خلیفه باید بشه؟ چرا ابوبکر خلیفه؟ شما 13 تا امام دارید بدبخت بیچاره، شما 13 تا امام داری. ما آقای محترم احمد جان گل آقای محترم، در نزد ما اهل سنت پادشاه امام است، امام مسجد امام است، عالم دینمون امام است. ما ببین، ما وقتی که الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، دین کامل شد، قرآن کریم امام است، سنت پیامبر امام است، راه ما روشن و واضح و آشکار است. ما مثل شما گمراه نیستیم که دنبال یک موهوم خیالی که تو سرداب سامر را پنهان شده و تا الان هیچ خبری ازش نیست. قرآنتون دست ایشون است، دینتون دست ایشون است، اختیارتون دست ایشون است. از برای خدا شما حتی نماز که میخونید، نماز جماعت که میخونید، جرأت نمیکنید بگید امام جماعتمون، میگید امام جمعه موقت. چرا؟ طبق اعتقادات مذهب شما، شما حق ندارید امام تعیین بکنید، حق ندارید حکومت تعیین بکنید. حتی همینایی که ولایت فقیه رو در ایران تأسیس کردن، اگر شما برگردید به اصل مذهب شیعه، شیعه حق نداره که حکومت تشکیل بده. چرا؟ حکومت مال امام زمانه، امام زمان هم غایب است. شیعه مأمور بودن تا زمان ظهور امام زمان در به شکل به اصطلاح پنهان در بین جوامع اسلامی زندگی بکنن تا امام بیاد. اینا آمدن بدعتی به نام ولایت فقیه رو، نیابت امام زمان رو تأسیس کردن در ایران، بعد از اون اومدن حکومت درست کردن. من تعجب میکنم احمد جان، ما الحمدلله امامون، دینمون، کتابمون، قرآنمون، سنتمون، همه چیزمون آشکار است. اگر ولایت فقیه بدعتی، چرا مولوی عبدالحمید میره در خبرگان شرکت میکنه؟ مولوی عبدالحمید در خبرگان شرکت نکرده، دروغ نگید. مولوی عبدالحمید در خبرگان شرکت نکرده. از جدا از خبرگان دیگه نیست. چرا اینو میگی؟ نیست. 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 اهل سنت از جانب نیست. نیست. رهبری ولایت نیست. انتخاب شده ایشون. نیست. یعنی چی نیست؟ الان اختلاف اگر بشه بین اهل و این که آقای محترم و این که مثلا علمای اهل سنت مثلا در سایه نظام پلیدی مثل نظام ولایت فقیه دارن زندگی میکنن، مجبورن شما اونا رو به زور در مجلس ببرید، به اونا رو به زور در مجلس خبرگان ببرید، به زور در همه جا ببرید. اونا در زندان زندگی میکنن، در زندان بزرگی مانند ایران. آقای محترم بحث رو عوض نکن برادر محترم. احمد جان شما اینقدر داد از امام میزدی، رفتی رو مولای عبدالحمید، الله سبحانه و تعالی حفظش بکنه. شما برای من بگو که امروز امامت کیه؟ اصلا شما امامت کیه؟ احمد جان امامت کیه؟ امام تو کی است؟ بابا همه شدن امامان شما. امام شما کی است؟ امام شما کی است احمد جان؟ امامت کی است؟
بابا پسرم اتواری میشی امامت کی است؟ امامت کی است احمد آقای گل؟ امامت کی است؟ تو چه کار امام من داری؟ امام خودت ثابت کن بابا آدمای چت تشکر میکنم تشکر میکنم احمد جان تشکر میکنم تشکر میکنم احمد جان تشکر میکنم احمد جان برادر گلم برادر گلم شما یک کمی برو تحقیق کن مطالعه بکن در مورد امامت در مورد امامت یک کمی برو تحقیق کن مطالعه بکن شماها شما به اهل سنت احمد جان خب من یک کمی صداشون رو قطع میکنم که ایشون یه لیوان آب سرد احمد جان به خانومت بگو یه لیوان آب سرد از یخچال برات بیاره اینو نوش جان بکن یک نفس عمیق بکش یک کمی دستو بگیر به پیشونیت بشین فکر بکن بابا دین مسخره‌ای که شما دارید عقیده مسخره‌ای که شما دارید بعد اومده میگه امام شما کی هست و دین شما فلان بابا جان برید یک کمی مطالعه بکنید یک کمی در مورد عقیدتون دینتون مذهبتون خیلی مسخره ترید شما باور کنید یعنی 1200 خورده ای سال شده که بی امام امامی که هم دینتون رو از بین برده دینتون رو چطور از بین برده قرآن رو با خودش برده شما قرآن ندارید این قرآنی هم که دارید میخونید از صدقه سر اهل سنت صدقه سر اهل سنت این قرآن برای شما رسیده قرآن اصلی شما رو که امام زمان برده دنیاتون هم خراب کرده امروز هر بلایی که سرتون تو ایران میارن اگه به دختراتون در کهریزک به جواناتون تجاوز میکنن میگن این سربازان گمنام امام زمان تجاوز کردن اگر اونا رو باردار میکنن تو زندان ها میگن که اینا نطفه مبارک امام زمان هست و خلاصه سربازان امام زمان این کارو کردن اگر هر بلایی سرتون تو مملکت میارن این مملکت امام زمان است صداتون رو در نمیارید و اینو میذارن تو سرتون شما اید که دینتون هم مسخره کردید دنیاتون هم مسخره کردید بعد با ما میگید امام ما الحمدلله دینمون اماممون کتابمون سنتمون همه چیزمون آشکار هست مثل شما نیستیم که رفته تو سرداب قائم شده از ترس چی از ترس از برای خدا امام بزدلی که از ترس شکم پاره شدن بره پنهان بشه اون لیاقت اینو داره که امام باشه سبحان الله Allah 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 Allah